نه تو گروه های خودشون میگه توی مراحل خودشون بله خودشون راکت پاس شده جفت پلیرهای قدیمی هم سیامش هم تا حالا فینال اصلی راه پیدا نکرده بودیم بار اولشه که به فینال نهایی میرسه بله. هادی تاجیک هم همینطور و تصمیم میگیره که ناکتیس رو جلوی سیامش برده به نظر من میکنه حالا در مورد هادی تاجیک ما آقای جمشیدی آوردیم اینجا صحبت کنیم با سلام خدمت بزرگ عزیز فینال گراند فاینال بزرگمون رو داریم امسال با دو تا شرکت کننده که هرگز این بازی رو تجربه نکردن سیاوش بعد از حدود دو یا سه بار فکر کنم سوم شدن اولین باره که بالاخره تونست حق خودش رو بگیره و تا فینال بیاد و هادی که شگفتی ساز شد واقعا با برد خیلی از بزرگا رسید به این دیدار ولی خب یه کار سخت داره باید اول براکت رو ریسیت کنه و سه تا بازی ببره تا بتونه که حالا گراند فاینال اصلی رو ما ببینیم چون فعلا هادی از براکت لوزر اومده و سیاوش تمام بازی خودش رو برده سیاوش پول برداشته و هادی هم ناکتیس تجربه بازی جلوی ناکتیس رو داره آره اسما رو توجه نکنه دوستان سیاوش ولی تجربه داره جلوی ناکتیس بعد ببینیم که چجوری بازی کنه آقای سرمدی ناکتیس بازی کرده با سیاوش البته فکر کنم حالا سبک ناکتیسی که آقای تاجیک بازی میکنن بله را نه اولو میگیره فانیش میکنه فاز رو بخون من از بازی آقای تاجیک خیلی خوشم میاد میدینی چرا به خاطر اینکه ایشون هیچ وقت استرس تو بازی ندارن این برای من خیلی جالب شما هم هستو دارین بس میکنم همیشه دارم روز نمیدن حالا یا اصلا هیچ روز نمیده حالا حالا اگرسیف بازی میکنه حالا سریعا جبران میکنه ناکتیس چون بچه فاصله اگر بهش نزدیک باشه خیلی فن دفاعی خوبی نداره چون فالو آپ استارت آپ فنش خیلی کنده و یه تایمیو میگیره و تنها راهش بدله و فکرم هادی هم ترسیده اینم که گفتم تجربه بازی چونه ناکتیس بنده رو داشتن آقای سرمدی آقای سیاوش الان این دستو ببرن دو دستی دیگه هم ببرن برندن یا اینکه نه بست آف فایوه بست آف فایوه آقای تاجیک لازمه که یک بار براکت رو ریست کنه تا اینکه ببره حالا ببینیم میتونه از این دیستنسش استفاده کنه عجیب بود که پانیش نکرد دوباره حالا میره روی 50-50 های ناکتیس بالاخره میگیره یعنی مایل جلو مثلث میزن و مایل عقب مثلث بله و حالا میده خوب میگیره خوب میگیره دست رو بازی حساس شده های تاجیک در مقابل های رضاییان فاصلش رو حفظ کرده های رضاییان در مقابل ناکتیس هادی تاجیک ببینیم که بله تمام شد فکر کنم مگر اینکه ناکتیس کامبک سختی داره اینجا سیاوش میس میده بله خب خیلی دراپ کرد کمبای سختی هم نبود و دست اول رو آیه رضاییان میگیره آیا هادی میخواد با همین ناکتیس ادامه بده یا چنج کاراکتر به نظرم اگر هادی بتونه با یک کاراکتری میخواد که تو ریست کنه خیلی جذاب میشه هادی 4 تا کاراکتر داره که با اونا بیشتر بازی که اولین بار من میدم ناکتیس رو هم داره تو بازی هم که بازی نیکرد یا ادی بود یا جک یا فینگز و در نهایت دراگ هم که یکی ایارای اصلی شه اولین بار من دیدم ناکتیس رو برداشت بکنم یه جمله بچه ها دارن که میگفتن ناکتیس یه جورایی جلوی پال جواب میده این رو همون حساب کنم نه واقعا جواب میده آره جواب میده بخاطر اینکه فاصله میندازه و اینا جواب میده ولی خب بالاخره تجربه بازی با اون کاراکتر هم باید اندازه کافی داشته باشی تا بتونی از طول به نظر من نباید این ریسکو میکرد آره یک بعد هم نبود بازیشون نزدیک بود 3-2 خب بالاخره چش گاوه بست آقای تاجیک روی استیم بازی میکنن پلتفرم استیم و آقای سیاوش رزن روی کنسول بازی میکنن خیلی جالبه تقابل این دوتا پلیه یکشون آنلاین بازه و یکشون آفلاین بازه همیشه بگه اولین باره که پی سی باز به فینال میره چون اومد فینال بینه فقط پی اس 4 بازه بود افکاری هم البته پی سی بازه نه افکاری الان حدود دو هفته است که اومده پی اس 4 بازه حالا بازیه بیدیم که ببینیم ادی ورسس ببینیم گاردای ادی پانیش میشه کینگ که نمیتونه چله خب سبک ادی هم که بازی میکنه کمی متفاوته بله سری لانچش میکنه و
که به همین منوال هجومی ادامه بده. بله، فرست ران فور ادی. به نظر من سیاوش باید دست عقب بلند میشود. اینجا ریسک کرد که زب در رو زد. خب با ریسکش هم نتیجه خاص خوش بشه. ولی یه نکته هم من خدمت بازی میبره رو سالتو. خیلی زیبای تاجیک لانچر خوبی رو میزنه. معلومی که روی ایدی تمرکزش بیشتر، همین حرکت رو جلوی نارتیس زد و نتونست پانیشش کنه، ولی به محض اینکه روی ایدی میزنه بله بله سطر سه تاثیر گذاره. میریم که ببینیم. خیلی جالبی که هادی تاجیک چند تا کارکتر رو توی این لول بالا میتونه بازی کنه. ما کمتر دیدیم چهار کارکتر اصلا نداشتیم. آره هادی واقعا رو بکنم بازی تموم شد اگه قدرتی بزنه. نه فاسه ریش درال رو میزنه اما بکتش 50-50 رو در میاره. بله آقای رضاییان راند بعد رو میگیره. بازی حساسی در فینال مسابقات IFGC و قهرمانی کشور رو شاهد هستیم. بالا پایینش کنم فکر کنم کابل HDMI. خب بله با ضعف در مثلث بلند میکنه از ریلکس استند. این ضعف که میشه گفت یه نقطه قوت پاول جلوی ادیه. واقعا پاول کارکتریه که ترسناکه. ادی هم خیلی ترسناکه اینجا. ادی تو مپ باز خیلی نه علی جان، چون ببین با بکتش تو میتونی فاصلت رو حفظ کنی. خب بس اینجوری که خب میبینی وقتی که فاصله حفظ باشه و تو بکت سمت دیوار نباشه میتونی با ادی راحت تر مقابله کنی. باز برای جفتشون یعنی در من به نظرم بیشتر واسه چون پاول دمیج بالایی رو داره. البته یه چیزی رو بلیرا باید دقت داشته باشن. بسیار عالی لانچ میکنه. ببینیم که دراپ کومبو توسط هر دو بازی کن یه 50-50 دیگه لند میشه بالاخره. خیلی هم دمیجش بالاست. بکنم این چراغ رو گرفت دایی تاچیک یا نه یه ریج یه بسیار کار رو میتونم نه واه بله آقای رضاییان دو هادی تاچیک صفر. کار هادی یکم سخت شد حالا دیگه یه ران مونده فینال زودرس. ای کاش استیج رو عوض میکرد. فکر نکرد فکر کنم توی سخت یکم حالا اینجا بهترین کارشون بود که استیج رو عوض کنه بازی به نفع خودش تغییر بده. حساب کتاب های هادی خوب در نیومده اینجا که میخواست نشد. بله کارکتر هم اینجا سواز کنه. چی کار میکنه جاک سعی میکنه بیشتر بره رو ضربات زیر و این خیلی نکته مثبتیه چون جفت پلیر رو الان استرس دارم. نظر من سیاوش هم نمیدونه که ادی چی میخواد بزنه اینقدر بالا پایینش میکنه که آره. خب همین قضیه در مورد پلم وجود داره میسیده یه اشتباه جلوی ایدی یه کانیش آمه. آقای سرمدی ایدی دمیج کنباش تو زمینه باز بیشتر از تو. منظور من پرشری بود که وقتی میاره ایدی خیلی سنگه چون تو دیوار واقعا والبانس خوبی داره. بله و اینکه دقت کن خیلی از موهای ایدی با بکدهش میشه میس بشه چون بعد ایدی نزدیکت باشه تا بتونه کامل. ببین دقیقاً اون گارد گاردی که جلوی کینگ میرفت دیگه جرئت نداره جلوی پول بره. این اشتباهشه. بعد موقعیت رو ایجاد کنه. خیلی خوب جفت کاراکتر میکس اپ بله بالا پایین میکنه. سیاوش دفاع میکنه کوتاه که میینه سیاوش که رو بیاره به زیر و زیر رو بره. با اینجا میس میده سیاوش یه ریج دقیقاً میکشه عقب و گمراهش یکی. بازی حساس بین این رضاییان و هادی تاجیک. سیاوش خود بالا پایینش کنه. جفت کارکترها دارن جنوب بازی میکنه. خیلی جذاب شده بیدن. زیبا گرفت آرنجش و یکم به کامل رو به ایدی میزنه. بله این فنو من نایده بودم تا حالا بکنم واسه خود هادی هم جدید بود. تکلشو خیلی داره از دور یک نواخت میزنه. بهتره که یکم تغییر تو سبک بازی ایجاد کنه. زیرو بزن این دفعه چون نزدیک کلین باید بخوره تا مهم باشه و اینه که میگم زمین بسته به درد ایدی بیشتر میخوره. اینجا به نفع هادی میره جلو لانچ میکنه. ببینیم که میتونه دست رو بگیره. یک دست صدا نداره.
دوباره 50-50 رو میره. اگه دقت کنین بیشتر کسایی که با سیاوش بازی کردن ادی بازی میکردن، خود پیمان ادی بازی میکرد، خیلی مثالی هم میدن که تجربه بازی زیادی داره سیاوش جلوی ادی، و این یکی از مشکلاتیه که ادی